سلام، من نجمه هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام براتون راجع به عمل به تعهدات و تأثیر اون در رشد فردی و مالی صحبت کنم. پس اگه تو هم دوست داری راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری داشته باشی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. تا حالا شده که به کسی یا حتی به خودتون قول و وعده انجام کاری رو بدین و بعد بهش عمل نکنین؟ یکی از دلایل اصلی عدم رشد آدم‌ها در زمینه فردی و مالی عدم تعهده. یعنی زیر قولاشون میزنن و این کار باعث میشه که در بلند مدت برای دیگران بی اعتبار بشن. بعضی اوقات حرفایی به خودت میزنی و قولهایی به خودت میدی اما میزنی زیرشون. خب اگه این کارو میکنی نباید انتظار رشد داشته باشی. کسی که به عهدی که با خودش بسته عمل نمیکنه خیلی راحت میتونه با افراد دیگه هم بد عهدی کنه و این خیانت به خودشه. هممون حتما با آدمهایی تو زندگیمون مواجه بودیم که پایبند به عهد و پیمان نبودن. چقدر آزاردهنده است برامون و چقدر ما از اونا دوری میجوییم. بعضی از بهونه‌ها اینه: امروز حالم خوش نیست، امروز حوصله ندارم، برای فلانی کار انجام دادم اما تقدیر و تشویق نکرد. آره درسته، یه روزایی رو مود نیستیم، این برای هممون هست، اما ما که همیشه نباید حالمون خوب باشه. هنر اون زمانیه که حتی اگه خسته ایم، حتی اگه مشغله داریم، به تعهدات خودمون پایبند باشیم. اتفاقا همون روز باید کارتو بهتر انجام بدیم. همیشه که نباید منتظر دیگران باشیم که ما رو تشویق کنن. خودت این کارو بکن. آره خودت. خودتو به یه قهوه دعوت کن. برای خودت یه کتاب بخر. از خودت تشکر کن بابت عمل به وعده‌هات. یه چیزی خیلی مهمه و بعضی اونو اشتباه میگیرن. اون چیه؟ انگیزه. مثلا وسط یه کاری هستی که یک ماه زمان میبره و الان در هفته دومی، ولی الان حوصله ادامه دادن نداری. میگی انگیزه ادامه ندارم، در حالی که این اشتباهه. انگیزه برای شروع کاره. تو وقتی شروع کردی دیگه این عادتهای تو هستن که تو رو پیش میبرن. اگه عادت به رها کردن داشته باشیم خب کار خراب میشه. باید تو روزهای بعدم مسیرتو ادامه بدی. ما آدم ها خیلی از روزامون معمولیه. زمانه خیلی کمی هست که بتونی بگی الان دیگه اوکی هستم. باید یاد بگیری که توی اون روزهای معمولی هم کارت رو انجام بدی. حالا چیکار کنیم که با حال بدمون بسازیم؟ هیچی، فقط باید قبولش کنی. باید بپذیری که تو همیشه نمیتونی خوب باشی. باید یاد بگیریم که یه جاهای حالمون بده. تو رو خدا بعضی از این شعارهای انگیزشی که تو باید همیشه خوب باشی و تو باید همیشه سرحال باشی رو رها کنی. اینها فقط منشأ در روانشناسی زرد داره. شما مملو از احساسات هستی. شما حال بد داری، حال خوب داری. با حال خوبت حال کن و با حال بدت در پذیرش باش. یاد بگیر که در شرایط بد مدیریت کنی. این موارد تو روابط عاطفی هم زیاد دیده میشه. تو همیشه حالت با پارتنرت یا شریک زندگیت خوب و عالی نیست، اما باید از انرژی که تو اون روزای خوب گرفتی ذخیره کنی و سر به زنگاه ازشون استفاده کنی. باید تو روزهای سخت و بد در صندوقچت رو باز کنی و از اون چیزهایی که ذخیره کردی استفاده کنی. آدمایی که تلاش میکنن همیشه حال خوبی داشته باشن دارن به خودشون ظلم میکنن، دارن خودشون رو نابود میکنن. برای داشتن حال خوب باید یاد بگیری که با حال بدت بسازی و کاراتو انجام بدی تا دوباره به حال خوب برسی. باید یاد بگیریم دردی که داریم نشه رنج. اگه حال بدی داری درده، اما اگه توش بمونی
اگه هی نق بزنی، اگه هی غر بزنی که حالم بده و نمیتونم هیچ کار بکنم، میشه رنج. اگه بیکاری این درده، ولی اگه بیکار بمونی میشه رنج. اینکه چاق هستی و خوشت نمیاد درده، ولی اگه چاق بمونی میشه رنج. باید یاد بگیریم در باتلاق دردهامون نمونیم. دردها اتفاق هستن، اما رنجها انتخاب هستن. رنجها افتخار ندارن. مثلا بعضی خودشون توی یک رابطه عاطفی قربانی میدونن و افتخار میکنن که قربانی موندن. رنجها افتخار ندارن. و در آخر بدونیم که شادی در انجام وظیفه است. ما معمولاً وقتی ناشادیم که میدونیم وظایفمون رو درست انجام ندادیم. یاد بگیم که وقتی خسته شدیم استراحت کنیم، جا نزنیم. دوستان عزیزم، من باز هم با ویدیوهای بیشتر در کنار شما هستم. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کن، یا حتی اگه دوستش نداشتی علامت دیسلایک رو برام بزن. توی کامنت ها برام بنویس که دوست داری راجع به چه موضوعاتی برات ویدیو تهیه کنم، و منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندی.